بچه ها چطورین؟ من که بخارم و اینجام کپل ورده. برای آخرین بار خواستم این جمله رو بگم و دلم نمیاد ازتون خدافیزی کنم و برم. میخواستم یه خدافیزی باتون بکنم، یکم باهاتون حرف بزنم به عنوان آخرین ویدیو. بعد یک سال و نیم میخوام یوتیوب رو ترک کنم. برای خیلی ها باعث ناراحتی شد، ولی خب خیلی هم خوشحال شدم. برای کسی که نمیدونم، من که بلخارم و یک سال و نیم تو یوتیوب فعالیت کردم، کلی ویدیو ساختم، کلی کار کردم. بیشترتون با نظرسنجی هم آشنایی. نظرسنجی یکم دیوونه وار، چون من درست قرصامو نمیخورم، شرمنده. خیلیاتون هم با ویدیوهای شورت هم آشنا شدید. ویدیوهای شورت حاشیه‌ای، زن پوتک حامله شد، دعوای میو کوروش، کوروش لخ شد. ولی عده کمیتون با ویدیوهای لانگ هم با من آشنا شدید، ویدیوهایی که خیلی دوستشون دارم ولی متاسفانه کسی نمیبیندشون. و اینکه بعد یک سال و نیم تو یوتیوب فعالیت کردن و کلی ویدیو ساختن نتونی موفق شی خیلی غم انگیزه. خلاصه میخوام بگم که وقتی مثلا یک سال و نیم واسه یه چیز تلاش میکنی و جواب نمیده، دیگه واقعا وقت هدر دادن واسش تلاش کردن. خب همتون میدونید ما هر کدوممون زندگی داریم، زندگی خرج داره. من اگه نتونم تو یوتیوب فعالیت کنم، درآمد داشته باشم، مجبورم هم سر کار برم اینور اونور. گفتم که میخوام میوه فروشم. خلاص آقا، این داستان یه جایی باید تموم میشد و من از یوتیوب باید میرفتم، چون درآمدی ازش ندارم، چون ویدیومو کسی نمیبینه، چون ایده خاصی واسش ندارم، چون خیلی دست تنهام. مهمترین مسئله‌ای که من دارم اینه که خیلی دست تنهام. یعنی من اگه مثلا میتونستم یه گروه پیدا کنم که مثلا ادیتور یه ادیتور حرفه‌ای باشه که 3 ماه واسم کار کنه رایگان و بعد 3 ماه واقعا واسه خودم استخدام شه، واسه تیمم خیلی خوب میشد، چون فاصله من با مونتاژ شدن فقط 3 ماه، ولی خب تنهایی عمرم بتونم بهش برسم. اگه میتونستم یه تیم داشته باشم از تامنیل زن، ادیتور و ادمین، چیزای مختلف که حاضر باشم واسم رایگان کار کنیم با هم مثل یه تیم و اینا، و بعد با هم بشیم یه گروه واقعی و چنل‌های مختلفو پروموت کنیم، ببریم بالا، گنده کنیم، هر کدوممون درآمد خاص خودمون رو داشته باشیم. ندارم. به خیلی‌ها پیام دادم، از خیلی درخواست کردم، ولی هیچ کدومشون قبول نکردن. همه گفتن وای شرمنده، ما نمیتونیم به تو کمک بکنیم، وای تو خیلی یه جوری هستی. ولی خدایی دلم نمیومد شما رو بذارم برم، ولی خب کاریه که باید بکنم، مجبورم، نمیتونم، چاره‌ای دیگه جز این واسم نمونده که یوتیوب رو ول کنم و برم. البته الان نمیرم، به احتمال زیاد یک ماه دیگه میرم، ولی این آخرین ویدیوی چنل منه. امیدوارم از بودن با من لذت برده باشید، از نظرسنجیم راضی بوده باشید و با خود کپلخان حال کرده باشید. فهمیدید؟ دلم نمیاد بیشتر توضیح ندم. من خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه این سری آدما رو دیدم که تو 3 ماه، 5 ماه، 10 ماه پوینتاژ شدن، قشنگ موفق شدن و رسیدم به جایی که میخواستن، ولی من تو یک سال و نیم آره خیلی غم انگیزه وقتی یک سال و نیم پای یه چیزی که دوست داری زحمت میکشی و اون چیز جواب نمیده. هیچی نمیشه، هر کاری میکنی نمیشه، حتی حاضری شیک بزنی و نمیشه. میفهمی؟ میدونی چقدر واسم سخت بود شیک بزنم؟ بعد از اون ویدیوی کذایی میدونی چقدر آدم به من گفتن دو جنسه؟ میدونی چقدر آبرومو بردن؟ میدونی چقدر به من گفتن تو دلت میخواد؟ نمیدونم، میدونی خیلی دوست داشتم مثلا تو این فضا باشم، واسه تون ویدیو بسازم، با خیلی هاتون دوست شدم، ولی خب مثلا واقعا خیلی اذیت میشم وقتی کامنت ها رو میخونم. یه سری کامنت ها رو میخونم اصلا واقعا خیلی خیلی ناراحت میشم، به خاطر اینکه به خاطر هیچی، به خاطر کوچکترین حرکتی یارو میاد فوشت میده. یعنی مثلا من گفتم آقا من دارم از یوتیوب میرم، اوکی مرسی از تمام زحماتتون. خیلی ها این وسط اومدن گفتن خب به یه جا، به فلانم، به بهمانم، به یه برم. میدونم خیلی هاشون بچه سالن، خیلی هاشون میام میگم وای فلانی، وای بهمانی، وای به جهنم، وای با یه مش ایموجی کاکاسنگی کاکاسنگی تا آخر ان قضیه رو در میارن. و خیلی میخوام میگن ما خیلی باحالیم، ما خیلی خفنیم، ما خیلی اوکییم که به تو ریدیم. و خب خیلی اذیت میکنه یه آدمو وقتی میاد کلی زحمت میکشه، یکی میاد میگه نخوندم، نیدم، ویدیو چقدر چرت بود، ویدیو چقدر مزخرف بود. و خب بعد یه مدت تمام اینا رو تحمل میکنی، میترکی. من ویدیو زیادی ساختم، به خاطرش زیاد فوش خوردم، طرفدارای مختلف یوتیوبرها، فرشاد سالن، طرفدارای مختلف سوگنگ، خیلی از آدما اومدن به من فوش دادن که این چیه داری میسازی، چرا الکی
حاشیه میسازی و واقعا از این زورم میگیره که خیلی از این چیزایی که ساختم واقعا قصدش حاشیه نبود، ولی خب رفت حاشیه و خیلی به خاطرش فوش خوردم. و به نظر من واقعا بعد یک سال و نیم تلاش کردن وقتی نمیتونی راجب خودت ویدیو بسازی و ویو بگیری خیلی اذیتت میکنه. وقتی مثلا مجبور بشی راجب یوتیوبرها ویدیو بسازی و ویو بگیری خیلی اذیتت میکنه. وقتی ویدیو یا راجب یوتیوبرها میسازی خودت هم سعی میکنی اوکی باشی باهاش، بگی اوکی باحاله، سعی میکنم فانش کنم باحال باشه، مردم میان به خاطر همون بهت فوش میدن، مردم میگن تو غلط کردی، تو داری از چیز یوتیوبرها میخوری، خاک تو سرت، چرا ویو اونا رو میگیری، تو خودت چی هستی، تو خری هستی میای راجب یوتیوبرها صحبت میکنی. خلاصه خیلی اذیت میکنه آدمو وقتی میان راجب یه سری چیزایی میگن که واقعا درست نیست، واقعا اذیتت میکنه، خیلی مزخرفه و دروغه. یعنی چی؟ بچه ها تو یک سال و نیم خیلیاتون هوامو داشتین، خیلیاتون تو تک تک روزا با هم بودین، واسه هم کامنت گذاشتین، ازم تعریف کردین، خیلی دوستتون دارم، خیلی عشقین، مرسی بابت تک تک کامنت هایی که واسه هم گذاشتین، مرسی بابت تک تک لایکاتون، سابسکرایباتون، مرسی که انقدر هوای منو داشتین. فقط آن سابسکرایب نکنید، منتظر باشید که یه نظرسنجی خیلی گنده قرار بذارم تو قسمت نظرسنجی، شاید باشم، ولی خب ویدیو دیگه تمام. خلاصه نظرسنجی من ممکن ادامه داشته باشه چون این مغز هیچ وقت خاموش نمیشه، این مغز باید تولید سم بکنه، اگه نکنه سم خونش میره بالا و سرطان میگیره. من نمیتونم بدون ویدیوام و اینا، من نمیتونم بدون نظرسنجیام زنده باشم. ولی خلاصه آخرین ویدیویی که دارین از من میبینید، هر چنلی با یه سلامی شروع میشه و با یه خدافظی تموم میشه. اینم خدافظی من بود، مرسی بابت تک تک ثانیه‌ای که با من بودید و ویدیوامو تحمل کردید، کیفیت صدای بد، بک‌گراند مزخرف و خودمو دوست داشتین، دمتون گرم، عشق منید، خیلی دوستتون دارم. همینجا به هیترها میگم اگه از من متنفر بودید، اگه به خاطرم ناراحت شدید، اگه از من متنفرید خشمگین میشین از من، دیگه دارم میرم، دیگه دارم میرم و هیترهای عزیز، درست خیلی فشاری تو کردم، درست خیلی فشار خوردم، شما با آرزوتون رسیدید، شما بردید و من باختم، من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر من بردم، سقف من رو سر من خراب شده، خرج من زن من داره میده، آقای نوراز خدایی، همه چیمو باختم، یوتیوبمو باختم، درسمو باختم، من باختم. ای خدا زیر چیکار کنم؟ با یوتیوبرایی که به خاطر پول اومدن یوتیوب کاری ندارم، ولی یوتیوبری که واقعا عاشق کارش باشه از تک تک ویوهایی که میگیره و میره بالا لذت میبره و از تک تک ویوهایی که نگرفته عصبانی میشه، ناراحت میشه. من یه همچین حسی رو تک تک ثانیه‌ام داشتم. خیلی ویدیوام بود که خیلی میخواستم بگیره، خیلی واسهتون زحمت کشیدم، خیلی ایده باحال بود ولی نشد که بشه. خیلیاتون مثل رفیقم بودید، رفیقی که نداشتم، تنها اومدم یوتیوب، با کلی آدم دارم به هم گردم، با کلی آدم آشنا شدم، با خیلیاتون رفیق شدم، فرصت نشد روبرو ببینمتون، ببخشید. اولش تصمیم داشتم که کامل از یوتیوب برم، ولی چون خیلی نظرسنجیامو دوست دارین، دوست دارم تو بخش کامیونیتی فعال بشم، باهاتون حرف بزنم، شاید هم یه روزی همدیگر رو نزدیک دیدیم، به یه روز خندیدیم، یه روزای خوبی با هم داشتیم، نمیدونم کاپلخان اینجا تموم میشه یا نه، امیدوارم که نشه، ولی خب این آخرین ویدیو چنل چرا نشه. اصلا خیلی سخت بود این حرفا رو بذارم، نه سخت نبود، خیلی آسون بود چون من یوتیوبر خیلی عالی هستم، من عالیم، من اصلا تو این کار استعداد دارم. بیام پایین باشه. عشق منی، مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودی، دوستت دارم، love you، امیدوارم یه روزی شاد و خندون کنار هم با کلی خاطر خوب باشی، البته اگه فرصتش باشه. امیدوارم یوتیوب پرش از آدمایی که لیاقت دارن، نه آدمایی که به خاطر چیزایی که نباید معروف. این تو که اصلا به کسی خاصی نبود، منم اصلا فشار نخوردم، اصلا هم خودمو نمیگفتم. خلاصه دارم میگم دوست دارم یوتیوب به جای بهتری تبدیل شه، دوست دارم یوتیوب قشنگتر شه. اگه من با حاشیه هام دارم بهش آسیب میرسونم، اگه من دارم با ویدیوهای مثبت 18 بهش آسیب میرسونم، اگه مخاطبمو دارم اینجوری اذیتش میکنم، ترجیح میدم نباشم، از خیر یه سری پول و یه سری چیزای چرت و پرت بگذرم.
باور کنید پول خیلی چیز مزخرفیه، واقعا خیلی چیز مزخرفیه. و سعی کنم عشق بدم مخاطبم، چون همین چیزاست که باقی میمونه. بذار بقیه پول داشن، ما میریم به جای دیگه، کلی فرصت واسه ما هست. بیکار شدم، حالا چی کوی بخورم؟ تو گل بندری، آره آره والا، یه دونه دختری، آره آره والا، نازنین پسری. نازنین دختری بود، خاک پسر. بچه واقعا دلم نیومد بدون خداحافظی باهاتون برم و دلم نیومد که تو بخش کامنتی فعال نباشم، چون ازم خیلی درخواست کردین، خیلی اومدین، خیلی ناراحت شدین، خیلی دمتون گرم، خیلی هوامو داشتین، خیلی حالام پرسیدین، عشق منی. دلم نمیاد تو کامنتی ولتون کنم، اونجا هستم، میتونیم باهم صحبت بکنین، اگه دوست داشتین به تلگرامم پیام بدین، باهم در ارتباط باشین، بیایم باهم حرف میزنیم، میخندیم، میگیم، درد و دل میکنیم، هر کاری خواستین رو من حساب بکنید، من هستم، کپلخان هست، کپلخان هرگز نمیرد مادر. خلاصه برای اینکه کمتر گن بزنم به یوتیوب و کمتر یه سری آدم ها ناراحت بشن و اینکه نمیتونم واقعا تنهایی همچین مسیر یا هندل کنم، ویدیو بسازم و کسی هم توی مسیر نیست که بهم کمک بکنه و با من باشه، توی تیم باشیم، یکم کارا رو اون انجام بده، یکم من، و کلا یه سری همچین چیزایی تصمیم گرفتم دیگه ویدیو نسازم و این آخرین ویدیوی چنل من. عشق منید، مرسی که ویدیومو دیدید، تا ویدیو بعد. چقدر دارک بود این جمله. تا ویدیو بعدی، خیلی دوستتون دارم. ویدیو بعدی در کار نیست. تمام هدفم این بود که بخندید، شاد باشید. لطفاً ناراحت نشید. اگه هم که واسهتون مهم نیست که دمتون گرم. عشق منید. و هیترا هم که فشار بخورید، فشار بخورید، دارم میرم ولی فشار بخورید آشقالا، دیگه مجبورم کردیم برم. خیلی خوش گذشت توی این مسیر، امیدوارم که توی بدن دیگه به این مسیر برگردم، انگار واسه قراره بمیرم تناسخ شه بعد با یه بدن گوه برگردم دوباره توی این زمین مادر. ببین الان که خدافظی میخوام بکنم، آخر ویدیو باید چی بگم؟ چجوری من این ویدیو تموم بکنم؟ بچه چیزی بگم، من خیلی نوت بر نداشته بودم، خیلی حرفام یادم رفت، نمیدونم برای عنوان آخرین ویدیو این خوب بود یا نه، میخوام برای عنوان آخرین ویدیو شیک بزنم، نه دیگه غلط کردم، یه بندری برخصم شیک دیگه، درسی شد واسم که دیگه به هر کسی نگم شیک میزنم. اوکی خیلی رندوم، عاشقتونم، دوستتون دارم، مرسی که به این همه ویدیو رو من کلیک کردی، مرسی که این همه مدت بام بودی، منو فراموش نکن، تو قسمت کامیونیتی نظرسنجی و همیشه باهاتون هستم، این مغز قراره کلی سم دیگه تولید بکنه، ولی خب بخش ویدیو برای همیشه تعطیل شد و اینکه دیگه ویدیویی نمیسازم، درآمدی از این کار ندارم و فقط دلی واسه خودتون کار میکنم. عشق منید، مرسی واسه تک تک کامنتاتون، حمایتتون، دوستتون دارم، الهی که همیشه بخندید، تا ویدیو بعد. خیلی غم انگیزه به قرآن، دوستتون دارم، میبوسمتون پسرا رو، دخترا که نمیتونم بی دست بدیم، دستم دست طوریه، بای بای. چه خوشحال و چه خندون، در آوردن یه دندون، بچه ها شادن یه سره، افتادن توی خندون، خدا شد پدری مهربون. خر خرم بابا خرم.